به نام خداوند بخشاینده مهربان خوش آمدین دوستان گرامی هم عزیز و ارجمند دختران و پسران جوان آینده سازان کشور عزیز ما افغانستان خوب استین حال همه شما خوب است خو خدا رو شکر هستین بر عهدی که بستین راستی چه عهدی بسته بودین عهد بسته بودین که درس بخوانین و این وطن رو آباد کنین خود درود خداوند بر شما بود ما هم هستیم با عهدی که بستیم با شما خدمت شما خوبان روزگار عرض شود که امروز میخوایم درس پنجا و پنجم از فیزیک سنف یازده از بخش آماده کنکور آغاز کنیم کتاب و خلام فراموشتان نشه تلگرام یوتیوب درس های قبلی را حتما از اون طریق مشاهده کنین مکتب تمدن هست همیشه مکتب خانگی مهمان شما بودیم از این طریق و امروز هم ما را تا آخر برنامه حتما همراهی کنین درس امروز حرکت یک نواخت مستقیم با شتاب ثابت هست ولی نمیخوایم که روی از این موضوع امروز حال گپ بزنم قبل از او یک نکته بسیار مهم و کانکوری از درس قبلی در مورد شتاب و سرعت مانده بود میخوایم همین را در تحت در, در, در واقع در چوکات یک مثال برای شما این موضوع را واضح بسازیم بین روی تخته سفید لطفا خیلی نکته مهم است نگاه نمیشتم میکنم نکته یک نکته خوب کانکوری, کانکوری. ببینین بچه ها مثلا ما یک معادله دارم خب دو تی به توان مثلا چند سه جمع چار تی مربع جمع مثلا هفتی در تی مساوی است با دو سکند سوال گفته شتاب متحرک را پیدا کنین قسمی که معادله در اسایی به شما داده شده خب اگر یادتان باشه در درس قبلی من برای شما چی گفتم؟ گفتم که معادله مکان هست معادله چی؟ معادله مکان زمان مکان زمان یعنی مکان را به تابع چی داده به شما زمان و از این معادله چی را میخواه؟ شتاب را میخواه مسیری که مکان به طرف شتاب میره در, برای دریافت شتاب از معادله مکان شما وقتی که یک مشتق بگیری سرعت به دیست میایه و وقتی که یک مشتق دیگه بگیری از این داستان چی؟ شتاب بدست اسمه یا مستقیما از این معادله به این معادله بیاین با دو تا مشتق میرسین یک مشتق و دو مشتق شد همیشه از معادله مکان مکان یعنی اکس مکان یعنی مکان تغییر کنه چی می آید؟ سرعت سرعت تغییر کنه چی می آید؟ شتاب مفهومش همی است دیگه پس با دو مشتق ما خود را میرسانیم به شتاب این نکته بسیار مهم است که اگر اکس را داده بود و سرعت را میخواست یک مشتق کافی است و اگر اکس را داده مکان را و شتاب را میخواهد چندتا تا مشتق دو مشتق در کانکور حواستان باشه که خیلی ها از همین یک مشتق میگیرن جوابم هست فکر میکنن که درست حل کردن و غافل ازی که درست نیست و سوال را برباد کردین پس آماده هستین میریم مشتق اول که عبارت سرعت هست توان زب در زریب از توان یکی کم سه دو تا تا سه منفی یک دو جمع دو چهار تا تا از دو یکی کم یک مثبت یک هفتا هفتا و یک خلاص شد این شد سرعت بریم یک مشتق دیگم بگیریم تا برسیم به چیم. به معادله شتاب به معادله شتاب مجددا دو ششتا دوازده تا از دو یکی کم تا هشتا تا و مشتق عدد ثابت هم صفر حالا به این معادله رسیدین معادله شتاب به تابع زمان معادله شتاب به تابع زمان یعنی در ما به معادله رسیدیم که شتاب متحرک متغیر است از کجا فهمیدیم چون تابع زمان است یعنی اگر زمان را شما قیمت بتین این معادله برای هر قیمت تی یک جوابی میکشه برای شما حالا برمیگردیم به ابتدای سوال سوال گفته در لحظه تی مسایی به دو یعنی در همین لحظه که متحرک به دو ثانیه رسیده شتابش چند است پس ما چی میکنیم؟ میگم که اگر تی مسایی به دو باشه خیلی ساده دوازده زب در دو جمع هشت دو دوازده جمع هشت میشه چند سی و دو حالا معادله رو گفته اس آی اگر سوال دقت کنیم بازم نکات رو همه رو اگر گفته باشه این معادله در سی است اس پس سی و دو سانتی متر بر سیکن مربع اگر اس آی باشه سی و دو متر بر سیکن مربع پس چند نکته رو با یک تیر چند نشان زدیم چند نکته رو در این سوال گفتم یک چه وقت یک مشتق چه وقت دو مشتق دو معادله ما ممکنه اس آی باشه اشاره به واحدش داره اس آی باشه متر بر سیکن مربع سی جی باشه سانتی متر بر سیکن مربع است و دیگه میبینین وقتی شتاب هم به تابع زمان هست یعنی شتاب هم متغیر است نظر به زمان در حال تغییر هست این نکته بسیار بسیار مهم بود حالا بیاین روی تخته زرد ما حالا میایم روی حرکت مستقیم خط با سرعت ثابت که در واقع اصلا شتاب دیگه در اینجا وجود نداره مثلا نگاه شتاب وجود نداره سرعت چند است 5 متر بر ثانیه حالا چند است 5 متر بر ثانیه حالا چند است 5 5 5 یعنی در تمام مسیر حرکت سرعت تغییری نکرده پس وقتی سرعت تغییر نکنم، به این معنا که شتابی نداریم شتاب در اینجا صفر است چون تغییرات سرعت نداریم یعنی حرکت یک نواخت است یعنی متحرک روی مسیر مستقیم میره نه سرعتش کم میشه نه چی زیاد ای رو میگن حرکت یک نواخت پس به حرکتی که سرعت تغییر نکنه یا به زبان ساده شتاب نداشته باشیم میشه حرکت یک نواخت گفت خب مشاهده میکنین که شتاب صفر است سرعت لحظه ای با سرعت متوسط برابر است اینا نکاتی است که باید بفهمید یعنی چی متوسط از طریق متوسط سرعت پیدا کنید چه از طریق لحظه ای با همدیگه دیگه برابر هست و سرعت همیشه در تمام مسیر حرکت چیست ثابت است 5 5 5 مثلا 7 7 7 این به این شکل هستم خب حالا بین نگاهی به مسیر حرکت پرتین ببینید بچه‌های خوب وقتی متحرک حرکت میکنه متحرک ما حرکت میکنه مسیرش یک خط مستقیم است نه پیشتر گفتیم حرکت روی خط مستقیم ولی خیلی, خیلی ها گراف را با اشتباه میکنن این گراف است این گراف مسیر حرکت را نشان نمیده گراف تغییرات مکان را نظر به چی نشان میده زمان مثلا نگاه ده متر را در یک ثانیه رفتم 20 متر را در دو ثانیه سی متر را در سه ثانیه در واقع محور عمودی مکان تغییرات مکان را نشان میده و محور افقی تغییرات زمان را نشان میده و این گراف در هر لحظه داره ارتباط بین مکان و زمان را برای ما چی میکنه نشان میده ارتباط بین مکان و زمان را اما مسیر حرکت مسیر است که شما عیناً مشاهده میفرمایید معادله حرکت یک نواخ برگرفته از معادله ریاضی هست از یک معادله چست ریاضی یک معادله درجه یک هسته یعنی گراف ما خط مستقیم است ریاضی میگه هر وقت گراف خط مستقیم باشه شما میتونین یک معادله را نوشته کنین که توانش یک باشه خب x مساوی است vt جمع x0 حالا v چی است سرعت t چی است زمان x0 چی است مکان اولیه موتر از کجا حرکت کرده x مکان دوم یا مکان نهایی هستم معادله حرکت یک نواخ مشابه معادله درجه که درجه یک خط مستقیم است که به ایشک در ریاضی شما خاندین در هندسه خب نکته مفهومی مکان اولیه می تواند مثبت یا منفی و یا صفر باشد همون ایک صف مثلا سعی کنین من ای هستم مثلا مکان اولیه درست است اینجا می شما این طرف باشین از این نقطه حرکت کنین این میشه مثبت ممکن است از اون طرف حرکت کنین بشه چی منفی پس مکان اولی هم میتونست صف باشه هم میتونه مثبت باشه هم میتونه منفی باشه پس میتونه به شکل نوشته هم باشه مثلا خب برای که ما مفهوم را خوبتر بفهمیم بریم در این قسمت یک گراف سرعت زمان را هم بررسی بکنیم سرعت زمان ببینید این گراف سرعت از این زمان سرعت تغییر نمیکنه گراف نمیره بالا گراف نمیره پایین یعنی با گذشت زمان سرعت در اینجا مثلا 10 در نظر گرفته ده متر بر ثانیه پس گراف سرعت زمانش همیشه گرافی است که موازی با محور زمان هست موازی با محور زمان هست که زاویه 90 درجه را با محور عمودی ساخته و هیچ زاویه با محور و فخی ساخته هیچ زاویه نساخته در واقع به ای شکل. که این یک سوال کنکور بوده میگه که در حرکت یک نواخت گراف سرعت زمان چگونه هست شما میفهمید که به است خب بیام بریم غزنی اگر جسم با سرعت ثابت حرکت کند گراف سرعت زمان آن با محور وی چگونه است این پیشتر گفتم گراف سرعت زمان با محور وی چگونه است پیشتر نشان دادم این گراف با محور وی زاویه چند درجه می سازم زاویه 90 درجه می سازد خب پس کدام جواب درست است عمود هست بر محور وی پس می بینیم که از روی گراف ها به شک سوال هایی در کنکور مطرح شده است مثال معادله حرکت متحرکی در اس کلمه اس آی یادتان باشه پس بر ثانیه است اکس مساحت هفت منفی 5 می باشد سرعت متحرک بین دو لحظه تی و تی 2 را محاسبه کنید خب تی 1 رو بمانین اکس 1 اک پیدا میشه تی 2 رو بمانین اکس 2 پیدا میشه بیاین ببینین ما گفتیم مکان تابعی از چی است زمان تی 1 چند بود 3 تی دو چند بود 9 خب حالا تی سه رو بانین ده اینجا به جای تی 3 خب 3×7 21 منفی 5 چند میشه؟ 16 میشه درست است حالا تی دو نو هست اینجا میمانین میمانین 7 نو چند میشه؟ 63 منفی 5 چند میشه؟ 58 هست خب حالا سرعت رو پیدا می کنیم اکس دو منفی اکس اک تی دو منفیه منفی تی یک 58 منفی 16 نو منفیه 3×6 هز 8 میشه 2×1 هز 5 میشه 42 بر 6 42 بر 6 چند میشه؟ 7 متر بر سکن درود بر شما هفت متر بر سیکند کدام گزینه درست است گزینه دوم آیا نیاز هست که در کانکور این مسیر طولانی را تایید کنین بله ببینین میتونید از یک روش ساده تر هم برین دوستای گرامی من پیشتر برای شما چی گفتم گفتم هفتی منفی 5 اکس پیشتر برای شما گفتم معادله رو نوشته کنیم. همین معادله است دیگه درست است ببینین ضریب چی است وی زریبیتی چی است؟ وی خلاص و بس <applause> چقدر شما خوب هستیم بس هر جا زریبیتی خود سر... نمایندگی سرعت میکنه اصلا نو... نیاز نودین همه کار کنین این همه قیمت گذاری کنین به همین معادله که نگاه کنین این چی هست؟ سرعت و این چی هست؟ مکان اولیه اگر در این سوال میگفت مکان اولی چند است چند میگفتین؟ منفی پنج هست پس مکان اولیش میشه منفی پنج پس با نگاهی به معادله ما میتونیم و معلومات خود را تکمیل بکنیم از روی خود معادله به شرطی که شما مفهوم معادله را خوب درک کرده باشین این معادله حرکت یک نواخت است v سرعت همیشه ثابت است t زمان متغیر است x مکان اولی است و x 2 دو مکان دومی یا مکان نهایی ما محسوب میشه پس گزینه دو درست هست درود بر شما خوبان روزگار یک سوال کارخانگی هم میدیم به افتخار شما که خیلی خوب هستین آماده هستین می خانم برای شما شخصی به کمک یک زینه برقی در مدت دوازده ثانیه فاصله بین دو طبقه را میپیماید در نبود برق شخص این فاصله را در مدت هشت ثانیه می یا مثلا شما دیدین دیگه زینه های برقی در این مارکت ها میرن بالا یا در فیلم ها دیدین حالا امروز برق نیست شخصی زینه این رو اینطوری میده و میره بالا تک وقتی زینه بود اینطوری میرفت بالا دوازده ثانیه طول میکشید برسه به منزل بالا حالا برق نیست امروز خودش میده و در چند ثانیه ده ثانیه پس سرعت خودش زیاد بوده از زینه که ده هشت ثانیه رسیده اگر زینه رو به پایین حرکت کنه زینه بیاد به طرف چی؟ پایین و شخص رو به بالا دوش کنه تک بیاد پایین زینا رو میاره پایین میره بالا قطعاً زمان بیشتری طول میکشه تا شخص برسه بالا چرا چون زینم هی بر میگرده به طرف پایین در چند ثانیه این مسیر را تایی میکند خود طبیعی که زینه ای طرف بیا و او طرف بره زمان تایی شدنی زیاد میشه جواب را داده برای شما چند؟ 24 ثانیه 24 ثانیه باید ایره چه کنین؟ این جواب را داده شما پیدا کنین به خاطر مندم کاره خانگی جواب را پیدا کردین روش حلش را برای ما نشان بدین برای ما چه کار کنین ارسال کنین و برنده جایزه نفیس از استاد حجت محمدی شین به شرطی حساب بانکی خود را برای ما بتین باز برای شما این را در حساب بانکیتان روان می کنم درست است؟ خیلی عالی درود بر شما خدا رو شکر امروز هم مثل روزهای دیگه در واقع درس های ما را یاد میگیرین امروز هم درس ما به اتمام رسید مکتب تمدن مکتب خانگی مکتب شماست تا روز روزگار دیگر بدرود